فراخبر با من یاماس یاوش خوش آمدید در این برنامه. هشدار آمریکا و رسیدن افغانستان به لبه پرتگاه. افغانستان با تهدید جدی سقوط سیاسی در سال 2016 روبرو است. همزمان با هشدار یک مقام آمریکایی از سقوط سیاسی حکومت افغانستان، احمد ضیاء مسعود میگوید اراده برای سرکوب هراس افغانان در حکومت وجود ندارد. پلان سرکوب متاسفانه مکتی میبینم وجود ندارد. با این پالیسی های کجدار و مریضی که متاسفانه فعلا وجود دارد، بسیار ما بعید میدانم که ما بتانیم از طریق نهادهای امنیتی ما امنیت در کشور تامین بکنیم. اسب مسابقه پوتین و شمشیر گران قیمت پادشاه بحرین. برام خدا و درود بر شما. اطلاعات ملی آمریکا از سقوط سیاسی افغانستان در سال جاری هشدار داد. جیمز کلپر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا میگوید به دلیل افزایش چالش های امنیتی و اقتصادی افغانستان با تهدیدهای جدی سقوط سیاسی در سال 2016 روبروست. آقای کلپر که اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا است به صنایع آمریکا گفته که منابع مالی در افغانستان رو به کاهش است و عملات طالبان در سراسر افغانستان ثبات سیاسی افغانستان را تهدید میکند. همزمان با این احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با انتقاد تند از سیاست های حکومت میگوید که برنامه برای سرکوب هراس افغانان در حکومت وحدت ملی وجود ندارد. آیا افغانستان در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفته است؟ لاله حمیدزی عضو مجلس نمایندگان و مولانا فرید تحلیلگر مسائل سیاسی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای لاله، آیا افغانستان واقعا در حال سقوط است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاته انجینر صاحب ریته ساسو تلویزیون کارکونکو لیدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم. واقعا هم یو خبره ده د امریکایي چې کومې د امریکا د سیاهي کوم مشر چې کړی ده زید ریوزه پر په دې خاطر باندې تاییدوم چې دوی الکې خبیصه جوړې شوې دي. یو د یو ډاکټر وڅنګ ته، یو د بل ډاکټر وڅنګ ته. دوی نه پرېږدي چې د افغانستان د خلکو سره چې کومې وعدې شوې دي چې هغه ته رسېدګي وکړي. فقط د دوی سره خپلې ګټې مطرح دي. د ولسونو او د حکومت تر مابینځ یې فاصلې ایجاد کړي دي او په دا مابینځ کې خپلې شخصي ګټې یا خپلې عقومي یا هغه منطقي ګټې په نظر کې نیولې دي. هغه څوک چې د افغانستان دپاره که په امنیتي سکتور کې وي، که په نورو اړخونو کې وي، که مرسته او کومک کوي، دوی دې ته زمینه نه برابروي چې هلته مرسته او کومک وسي. فاصلې برابروي د پردیو په اشاره باندې. دا چې تاسو ګورئ دلته یوه خبره بله په دا څنګ کې پیدا کېږي. ځینې خلک لکه دا اوس احمد ضیاء مسعود چې ناراضه دی، مګر دغه د احمد ضیاء مسعود خبرې زه کاملا ردوم، په دې خاطر باندې ردوم. دی چې د کوم اوس سره راغلی دي، د حکومت سره یو ځای شوی دي، یا د کوم اوس سره اوس دی د کومې خبرې کوي، د ده چې کومه توقع د فکر کوي چې د سمپی شمال یا د پنجشیر یا د دغه منطقې اک به ټوله ماته راکول شي. دغه حکومت د وحدت ملي د مشکلاتو پر بنیاد باندې په وجود باندې راغلی چې هغه خطرات چې افغانستان ته متوجه ول، یا ځینې خلکو غوښتل چې افغانستان تجزیه شي، په افغانستان کې قومي او ژبنی یا مذهبي جنګ شروع شي، چې په دغه اخري کې یو څه پیښي وسوي، نو د هغه د مخنیوي لپاره دا حکومت په وجود باندې راغلی. دا چې د دوو ډاکټر صاحبانو څنګ ته ځینې علاقاتو جایګا ونیوله، اوس چې هغه هم ځینې د پوستونو د وزارتخانو یا ځینې خواستې لري هغو ته نه رسېږي، نو دوی اوس کوشش نه دی کوي چې حکومت د ناکامۍ خواته ولاړ شي. دغه امریکایي چې کومې خبرې کوي چې حکومت د سیاسي بنبست سره مخامخ دی، بلې هو د سیاسي بنبست سره درې اړخ لري. یو اړخ خپله د حکومت کې چې دا کوم دواړه ټیمونه دي، د دې دروسه ساته پور لا پر ونډو باندې جنجال یا هغه کړی چې پر دوی راګرځېدل. یوه دویمه برخه د سابقه حکومت مداخله، درېمه برخه خپله د خارجانو درسته نه همانګي چې کله یو تحلیل کوي کله بل تحلیل کوي. زه وایم چې دا اوس هم په افغانستان کې کوم بنبست روان دی. د افغانستان خلکو پیمان استراتیجیک یا امنیتي تړون د د ناټو د ځواکونو سره، د امریکا سره، دا پر سر سترګو ورسره وباني. هغه مداخله چې په افغانستان کې روانه ده، یا هغه د نیابتي جنگ خوندان چې دا اوس هم غواړي چې د مملکت په ځینو برخو کې نیابتي جنگ ته لمن ووي، یا هغه سیاسي بنبست په وجود باندې راغلی دي، یا هغه تبلیغاتي ټیم چې کوم په حاله دی د ځینو پروژو بلخصوص د داعش د پروژې لپاره د دې په ځپلو کې د حکومت سره مرسته نه کوي. دغه که زموږ د حکومت د ضعیفتیا خواته ځي، یوازې نه چې زموږ حکومت په ملامتي، خپل خارجیان هم پر سر پکې ملامت وي. برمیگردیم به این مسئله. آقای فرید، شما موافق هستین که حلقات خبیثه دور دو دکتر در حکومت وحدت ملی محاصره کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم و احترامات فائقه خدمت جناب لاله سیب، ما میخوایم اینطور بگویم که اگرچه یک شخصیت
کلان امریکایی که در دستگاه اطلاعات ایالات متحده امریکا نفوذ دارد نسبت به آینده افغانستان یا هشدار داده است یا تشویش خود ابراز کرده است، شکی نیست که مشکلات را از داخل حکومت افغانستان و نظام افغانستان و اطلاعات را به دست دارند که چنین هشدار را دادین. من نظر ما هم گپ جناب لاله سبید تایید میکنم که باید قبل از حلقه‌های خبیثه دو دکتر بزرگواری که آرای ملت افغانستان با خود دارند با کمال هوشیاری با دور زدن حلقه‌های خبیثه که اگر وجود داشته باشند اگر بخواهند که مانع پیشرفت کار حکومت شوند باید حکومت برای سوق بتن که از سقوط و بنبست سیاسی جلوگیری شود. ببینید ما با تمام معنا اعتقاد ما ایست که تا زمانی که مدیرای اول زمام امور را به دست نگیرند یک مدیریت فعال و با مسئولیت احساس نکنند و اجازه بدن به افرادی که هیچ نوع مسئولیت حقوقی ندارد کارهای دو دکتر زیر سوال ببرند. مثلا در کدام مورد؟ در موارد زیادی امروز ای وجود دارد، مداخلات در کار حکومت وجود دارد، حتی چهره‌هایی هستند که مسئولیت حقوقی ندارند، فکر میکنم که در مسائل زیاد دست درازی میکنند و بارها نامشان از تلویزیون ها گرفته شده است و میدروز آشنا با شما بعض قصاره به ارتباط ها داشت. به هر تقدیر از همه قدم مهمتر وظیفه دو دکتر است که در رأس نظام قرار دارند، آرای مردم با خود دارند، باید این هشدار جدی بگیرند و در فکر ترمیم حکومت خود شوند و در فرم و در فکر زدودن فساد اگر دو دستگی وجود داشته باشد در حکومت، دو دستگی و همچنان مبارزه با تروریسمی که دشمن مشترک هم افغانستان است و هم دشمن مشترک امریکاست. نکته دیگر هم در نظر داشته باشین، یک شخصیت امریکایی آمده چنین اظهار کرده است، بایی که ما باز هم از این تریبون میگیم که باید هشدارها جدی گرفته شود، ما باید نواقص خود را متوجه شویم. آقای فرید، این تنها مقام آمریکایی نیست. جنرال جان کمپل در سنای آمریکا چند روز پیش هشدار داد. نهاد سیگر گزارش داد که تنها حکومت افغانستان بر 70% خاک افغانستان تسلط دارد. ما گپ میست که اما هیچ گاهی جنرال جان کمپل نگفته است که حکومت افغانستان سقوط میکند، هم هیچ نگفته که به سوی سقوط در حرکت است. حتی جان کمپل با غیرت و شجاعت و قوت نیروهای امنیتی ما از غیرت و شجاعت و قوتهای امنیتی ما بیشتر یاد کردین و سال 2014 را که یک سال هیولا برای مردم جور کرده بودن این نیروها پشت سر گذاشتن. بایی که چیز دیگام که بسیار مهم است و ما با یک قسمت از نظرات موافق هستم که اراده سیاسی چندانی به خاطر از بین بردن تروریسم در افغانستان وجود ندارد، اما عرض ما خدمت معاون صاحب احمد ضیا خانی است که او یک اپوزیسیون حکومت نیست. ولی آقای لالای میگن که آقای احمد ضیا مسعود میخواست حق سمت شمال و پنشیر را بگیره، چون این حقی نرسید به ایشان. حالا ما او تعهداتشان با رئیس جمهور نمیدانم، اما یک گپ دیگر خدمتشان دارم که اونا من حیث نماینده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب میتونن حرف خود در شورای امنیت بگویند، میتونن حرف خود در شورای وزیران بگویند، در کابینه بگویند، اما چه شده که حالا میرن در تخار چنین حرفایی را مطرح میکنن؟ وقتی دسترسی دارن با شخصیت های اول حکومت، لازم نیست که برای مردم تشویش بیشتر ایجاد بکنن ولو که خفگیشان به خاطر نرسیدن. این تشویش است یا واقعیت است حرفایی که آقای احمد ضیا مسعود گفتن؟ ما قسمن واقعیت و قسمن اگر واقعیت هم است باید از داخل حقوق نماینده و حکومتداری خوب از در نظام باید اصلاح بسازه این مسائل تا ای که مطبوعاتی بسازه. مطبوعات ساختنش جز ضرر به نظام کدام مفاد دیگری برای نظام ندارد. آقای حمیدزاده، شما گفتین که حلقات خبیثه دور دو دکتر را در حکومت معاصره کرده، کی است این حلقات خبیثه؟ دغه د دواړو ډاکټرانو ته اوس معلومه سوې ده چې د دوی پر څنګ باندې ځینې خلک راګرځېدلي دي، حتی نه پرېږدي هغه خلک چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کولی شي، دوی لارې ورته بندې کړي دي. مثلا کیها د رئیس جمهور په وخت ورکولو کې دوی مداخله لري. هغه څوک چې رئیس جمهور ګوره کریم دا رئیس جمهور چې تر کومه ځایه زه پوهېږم ډېر صادق سړی دی، د وطن ته خدمت کوي، که د
کابل ډاکټر صاحب عبد الله دی خو دغه سی خلک چې پر چا باندې راوګرځي حکومت کې به دغه سی مشکل جوړیږي دا اوس ګوري تاسو ګوري دا مزمسوس دا اوس کبي خبرې کوي د د خبرو درمخه خلک په دې باندې خبر دي چې کوم تر او پلان لري ګوره اوس من شارک مسله چې حکومت ته بدنامي رااله چې دلته په کابل کې د خلیل پیروزی کې سوا دا د پر د باندې تاوان و د قطر د تیارې خبره ول چې په ایران کې شته سوله دا خبره پر د باندې تاوان ول دا اوس ته خلک دې ته اګادي چې تللی د دې درمخه چې د شمال ته ځي چې کومې ناستې د درلودې د ځینې شمال د وکیلانو سره یا د کومې دی د کومه اراده لري زه وایم هر هغه څوک دغه ده زه وایم خوب دی خیال دی او مهال دی که څوک وغواړي چې زه به د اوس دغه لوبې ته تغییر ورکړم دلته به یا موقت حکومت راولم یا به دلته دغسې یو سیسټم راولم چې په هغه کې به د ټولو واک ماته راکړي د ده سره ډاکټر صاحب اشرف غني دا وعده نه ده کړې چې د شمال عکس تا ته درکوم یا د پنجشیر عکس تا ته درکوم بلې نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هستن داسې دی دا په دې معنا باندې نه ده که خلک په دې معنا باندې چې د رئیس جمهور خاص نماینده سره نو د ټاکنې دوی کوي هر څه چې دوی کوي زه وایم لالی شخصا دا ولی ورې سبیا در داوسه د پاساته سره د پاسه د سره پر ضد باندې مبارزه د غسیبینو سره مبارزه د تیلو د مافیا سره مبارزه د غیر قانوني حرکت سره مبارزه میکړي ده دا که مزیا مسعود کی دا که ډاکټر صاحب عبد الله کی که ډاکټر صاحب اشرف غنی کی که بل کرزی صاحب حکومت کی چا کوي زه یو شوی ام دغه خبيصه الکا هغه الکا ده تاسو ګورئ جن د ډاکټر صاحب عبد الله څنګه دی جن د ډاکټر صاحب اشرف غنی څنګه د سیاسي رقابت په دې معنا باندې نه دي چې څوک ته چا سره دښمنی لري اته د زړه رژیم او د نوی رئیس جمهور او د ډاکټر صاحب عبد الله درمابین دوی غواړي چې پسلی جهت کې دښمنی جوړه کړي زما دغه اوسنی رئیس جمهور ته دا زما خپله ده چې د کرزي صاحب سره پر د افغانستان د جوړولو په مسایلو کې جوړ سره راسي د افغانستان د پیس یو قوم یو پرد باندې دا نه جوړیږي د افغانستان کې کم قومونه پراته دي په ګډه بلا سره ورکي دغه خبيصه الکا غواړي چې په امنیتي سکتور کې مشخص نشوت این الکی خبيصه را شما نام نبردین که کیو از دور رئیس جمهور دور رئیس اجرایی ده دغه اوس د زپد سورس کې د رئیس صاحب جمهور سره وینم د رئیس عبد الجمهور د لیدو پرې زه نه غواړم چې جنې مسایل په مطبوعات کې د دې خلکو نومونه واخلم هغه په ځان پوهېږي یعنې شما مشناسین این افراد رفرېږي پوهېږو زه رئیس عبد الجمهور ته اخري ځل دپاره وایم چې دغه خلک څنګه په کومې مشکل اخته کوي د اوس کندهار ته ولاړې ګوره په کندهار کې ډېره بده پېښه وله دغه ډېر بد حرکت ترسره سلو موږ هېڅکله نه سو کولی که یوه ډله را ولاړ شي چې افغانستان په ما پورې اړه لري ګوره د بګواښ په نامه باندې کومې موسسې چې دلته حرکت شروع کړی دی دا د هر وخت چې د سولې خبرې راشي داسې یو موسسې پیدا کیږي یا په افغانستان کې چې دا اوس د کوم سیاسو یا د کومې ډلې چې سره راټولېږي دا خپله د دوو ډاکټرانو سره فاصله پیدا کړه ولاړه اوس عادي صاحب یا دا نور خلک دا چې دي زه وایم ستا په دې زړه حکومت کې مې هم پاسې دین درلودل خو لرې سول د چوکۍ څه چې دا اوس مداخلې کوي چې د دوی غلاوې پشا کیږي په دې حکومت کې اوس هم پاسې دین غواړي چې ځای پیدا کړي په زور باندې فشار اچي زه په دواړو ټیمونو کې بلخصوص په درابري کې که د زور د لارې دغه ډاکټر صاحب تسلیمېږي که هغه ډاکټر صاحب تسلیمېږي زموږ د افغانستان خلک موږ نه یو ورسره زموږ ګوره که د بدخشان راواخې راځه راځه در بېرته داسې پر کندهارو پورې هرات راوګرځېږي د نورستانه پورې دا ټوله زموږ خلک دي زموږ خلک دا نه مانا چې زما قوم زموږ خلک دا نه مانا چې کندهار زموږ خلک دا نه مانا چې لوی کندهار زموږ خلک دغه دا مانا چې په کندهار کې چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله پر دوی باندې د ځینې ناسالمو او جاسوسو رابرۍ د لاسه پر دوی باندې حکومتونه تپل شوي دي او بیا ځي د پردوی دپاره زمینې برابرۍ چې بیا دلته به داخله وکړي کومه مبارزه چې دا اوس هم په افغانستان کې د تروریزم په مقابل کې شروع ده د ناکامیو خواته روانه ده د ځینې خلکو په توسط ناکامه کوي کومه مبارزه چې د داعش دپاره شروع ده ځینې سیاسي بنبست سره مخامخ کوي پرولی آقای احمدجا مسعود میگن که چون این برنامه اصلا وجود نداره برای سرکوب از عراس افغانان در حکومت داسې دی دغه هر څوک د خپلې دیدګاه سره ورته ګوري ولی ایشان در حکومت هستن مشاور رئیس جمهور هستن داسې دی کده دلته خدای خبرې باید سپیری سر راوزی په اوله ورځ باندې ډاکټر صاحب اشرف غنی شخصا د ما ته وویل چې دا خبرې مه کوه چې پلانکي ته دونه اک رسېدلی پلانکي ته دونه اک نه دی رسېدلی مونږ زه چې اوس وایم که دی هغه مملکتونو سره چې دلته غواړي غیر مسؤولې ډلې په وجود باندې راوړي یا غواړي دلته وسلې توضیح کړي یا غواړي چې نیابتي جنګ دلته شروع کړي یا غواړي چې د داعش د پروژې د ځپلو دپاره په افغانستان کې دوی مداخله وکړي که ده د هغه سره خبرې کړي یا دا اوس یې ورسره کوي یا د خبرو په حالت کې کومکونه د هغه څه غواړي زه امزیا خان مسعود څه خواهش صادقانه خواهش کوم چې د خپل نوم چې لري دا نوم خرابو او تا ته هیڅوک دا اجازه نه درکوي په څو احساساتي خبرو ته د ټولو مجاهدینو ته د ټولو مجاهدینو رهبري او مشرتوب نه شې کولای دلته مجاهدین نوم ستا دلته د افغانستان خلک ستا هر هغه څوک چې ګوڅنډنه کوي د حکومت ته ګوڅنډنه کوي او ملت ته کوي دا شخصا نالی ږغ پر کوي چې په خیانتونو په د سکولونو باندې د کرزي په حکومت کې په میدان کې ګیرېدل زه وایم مسعود
دغه خلکو د زموږ د خلکو په نظر کې چې ته اوس هم تر کومه ځایه پورې سم راغلی او احترام درته لري، خدای نه خواسته الله دې ته ودرېږي چې ستا ته به د بې احترامۍ په سترګه وکتل شي. حکومت ته چالیشه سره، ملت ته چالیشه سره به مخامخ کوه. هر څومره روپۍ چې دې وړې دي، هر څومره ونډه چې ستا په نظر کې وه، هغو نه تا ته نه رسېږي. آقای فرید، شما موافق هستین که از درون حکومت بر ضد حکومت کار میشه؟ حالا آقای لاله یمیدزی متهم میکنن آقای احمد ضیا را که بر ضد سیاست های نظام کار میکنن. با او نماینده رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب هستن، این جواب باید نماینده از اونا بگوین. و ما اینطور فکر میکنم که نظر به سلسله مراتب اداری که در یک نظام وجود دارد، باید احمد ضیا مسعود به اجازه رئیس جمهور در یک مجلس بزرگ حاضر شده باشد و چین حرفای را گفته باشد. اگر غیر از او باشد، رئیس جمهور میتونه که احمد ضیا مسعود در کابینه و در شورای امنیت بپرسه که چرا چین اظهارات علیه حکومت صورت میگیره. مگر یک مقام ارشد حکومت حق نداره حرفش را بگه وقتی واقعیت را میبینه؟ من اینطور میگم که مقام ارشد حکومت حق دارد که در شورای امنیت، حق دارد که در کابینه حرفش را بگوید. میگه چون این برنامه در حکومت وجود نداره. اجازه بدین. احمد ضیا مسعود دکتر اشرف غنی را از قبل میشناخت، حامد کرزی هم میشناخت. جناب احمد ضیا مسعود با تمام دید و شناختی که از اینا داشت در ای تیم یک جای شد و تعهدش بود که تیم است که در افغانستان تحول میارد و باید تحول از داخل تیم احمد ضیا مسعود ای را ایجاد میکرد تا ای که رفتن در حضور مردم و گپای را زدن که واقعا همچه مسائل میباشه که دیروز بگوین که معاون اول خفه بود، امروز احمد ضیا مسعود خفه بود، یک روز یک کس دیگه از نظام خفه است. ارکان نظام اینه میاستن و خود به خود باید اگه امریکایی بگوید که نظام میره به طرف سقوط. ببینین؟ فکر میکنین مسئول این وضعیت کی است؟ چه کسی افغانستان را به این وضعیت رساند؟ من میگم که مسئول اینمی وضعیت مجموع رهبرای حکومت وحدت ملی. ببینین؟ من اینطور میگم برای رهبران حکومت وحدت ملی، اگر کدام تاش به این فکر باشه که بیا ما طالب تقویه کنیم به خاطر زدن کسایی که مخالف فکر طالب هستند، فکر میکنم که در گذشته هم تکرار شده است و او به ضرر کل افغانستان تمام شده است. به نظر ما باید ما به خاطر افغانستان کار کنیم، به خاطر شهروندان افغانستان کار کنیم. یک نکته را براتون بگیم، شما کی گفتین بله اراده سیاسی از 14 سال به این طرف در زدن طالب وجود نداشته. چرا؟ ببینین شما نیدین که چند هزار زندانی طالب که امروز کلش انتحاری میکند و تمامش قماندانان جبهات شدن، اکثرش دوباره دستگیر شدن، از زندانها توسط رئیس جمهور گذشته آقای کرزی رها ساخته شدن و اراده بود. شما نیدین که تمام امکانات شورای صلح افغانستان به خاطر رها شدن یک ترورست، ملا برادر رها شد، ملا برادر رها نشد، ملا برادر جور است، ملا برادر مریض است. شما ندیدین که میلیون لک ها دلار به جیب یک تاجر رفت به نام صلح و کویته؟ شما ندیدین که یک از وزرای دولت رفت در یک نقطه طالب به رسمیت شناخت، پروتکل امضا کرد، دندغوری را برش سپرد و امروز بلایش مردم افغانستان میکشه؟ این تمامش بیانگر عزیز که کل مردم نمیگویم، رئیس جمهور و اکثر شخصیت های به شما لاله صاحب دوستای ما به افغانستان به دید شهروند میبینن نه به دست قوم. ما باید شهروند باشیم نه قوم. بله بعضی چرایی هستند که حتی طالب هم به دید تباری قومی میبینند. در غیر از او کار منگل چی معنا داشت؟ منگل کس روان نکرده بود؟ رئیس جمهور روان نکرده و منگل شما بروین دندگوری را به طالب بسپارین که امروز یک مسئله و مردم افغانستان جور شود؟ فقط خودی نمی مسائل باعث میشه که یک نفر در یک استیج بگوید که در نظام اراده برای زدن طالب وجود ندارد. آقای امیدزی؟ داشته دیز دو خبر سر غوارم سی شرکو پاف وانیست. حالا وقت مسئله دندغوری پیش میه. عملا در یک معامله که گفتم میشه امروز آقای ضیا مسعود هم گفتن که یک فرصت داده شد اما صلح نیامد، برعکس طالبان تقویت شدن در اون منطقه. چرا چون این کار شد؟ داشته دی افغانستان که وسیع و طالب نسته لکه در پخواه پر شکل بندی چی افغانا و اشگانا گندونه ول در دیه سولارو اتا در روسیه در زن لانجه در مجایدین و زن مشاران نکشه رسل در وست ایرانی و روسی و چنایی و جاپانی و هر مملکت طالبان لری در طالب پنامه بندی لری تاسو گوری در زده حکومت حالا از هر کشور تقویه شد و باید اینها سرکوب شون یا نی طالبان؟ گوره داشته دی در کرایه خلق هر مملکت لری بلخصوص بر مملکت لری ولی حکومت افغانستان نباید این کرایه ها را سرکوب کنه؟ داشته دی
هغه ډله چې د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي هغه د هر طالبي هغه باید د افغانستان حکومت غیږ ورته خلاصه کړي. هر هغه ډله چې دلته جنګ غواړي باید چې ووایي یو چارواکي راولاړېږي وایي د سولې لار ګورستان ته تللې ده داوځي بیا وایي ترکستان ته تللې ده په قطر کې بېرته د طالبانو بخښنه غواړي وایي دغه خلک جم ځینې وغواړي د افغانستان خلک د بخښنه د طالبانو څه وغواړي چې ته وزیر یې ویل تانه ځینې غوښته اما زیا مسود چې در دننه پرې درېږي اوس بیا غواړي دی د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي هغه مجاهدین چې د دې وطن څخه دفاع کړې ده هغه ځوانان دوی غواړي د هغې ملاتړ ترلاسه کړي په دا حکومت کې چې ته یو ځای پر ځای کېدلې دا تا ته چې دغه درکوي خپل خلکو ته به دې کار کوي هر څوک چې نن په خپل کار کې ناکامه شي بله لار پر وتړل شي بارنه پر حکومت یې راواچوي پر سوله یې راواچوي زه څه وایم زه نه د اشرف غني څه ونډه غواړم نه د عبدالله څه غواړم نه اشرف غني ته ما کوله د افغانستان ورکړې ده نه مې عبدالله ته ورکړې ده که دغه اشرف غني او دغه عبدالله کې توانایي نه وي زه د خپلو خلکو په نمایندګۍ باندې د دوی پروا نه لرم لکه ولې شما دیروز برای آقای غني کمپاین میکردی اوس هم کوم اوس هم د غني طرفدارم اوس هم وضعیت کشور به اینجا رسید داسې دی ګوره وضعیت دغه ځینې غلام خلکو د غلطو تر رسولی دی نه پریږدي دغه مش په یوژو په هر چا باندې ولې چرا آقای غني کار نمیکنه در برابرش مگر رئیس جمهور نیستن ګوره رئیس جمهور دی دا اوس مالی زلی کی دا کارش رو کردی خو ما د ولی چه وقت این حکومت نهایتا عمرش 5 سال است خبیثه الکی در مملکت و غلامان دا گریوانو چه سرون را وتلی دی په درګونو کو کی چه زین ولی دی افغانستان داسی مملکت نه دی سره دات اخلاص ولر دی دلته د مملکتو در رقابتو میدان دی نیابتی جنگ دی دلته جن علاقاتو زین ولی دی زت سوال زدی زوان په صفات پدی وای خیلی کوتا زدی زوان په صفات پدی وای کداغه وضعیت پر دې شکل باندې روان وي او ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی د خبیسی الکی مخاوره نسی او مصلحت ته ولاړ شي واکن سیاسي سکوت مشکو بله آقای فرید چه کسی میتونه افغانستان را از این منجلاب بیرون کنه ببینین یک نقطه را که ما خدمت جناب لاله ایسه ورز دارم او گپ ما ای است که ما قبول داریم که امروز فضل خدا طالب گروه نیست طالب نیست گروه های طالب است ما گپ ما خدمت آقای منگل ای بود وقتی که تشخیص درست از طالب نداشتی چه ضرورت بود که تو بری با مردم منطقه مردم منطقی دندغوری دشمن دولت افغانستان نبودن تو با مردم مصالحه کردی کس با مردم خود مصالحه میکنه مردم رعیت است باج میده به حکومت موصول میده به حکومت قوانین حکومت اطاعت میکنه طبعا تو که رفتی با طالب معامله کردی وقتی که با طالب معامله کردی ولی چرا پرسان نمیشه اگر اینطور است ما مشکل همیست که ما که میگیم اراده سیاسی برای معامله گرا در حکومت وجود ندارد شواهد زنده موجود است ببینید نکته دیگر رو براتون میگم خب در همین گپ اخیر یک نکته دیگر تکمیل میکنم من موسید آلای سایم روز طرفدار ثبات حکومت وحدت ملی هستم به خاطر چی؟ ما بی حکومتی ها را زیاد دیدیم ما در بدریا را زیاد دیدیم اما به این معنی نیست که من هیچ نقدی از حکومت نکنم تمام کار حکومت را تایید بکنم ممنون. امیدوار هستم که حکومت گپ فساد اداری را که افغانستان دوم شد جدی بگیره خود اصلاح بکنه سپاسگزارم توافقنامه ای که امضا کرده است با طرف مقابل خود او را مخلصانه باید عملی بسازد مطلب سیوم چیز که با طالب با داعش با دشمنان افغانستان من حیث دشمن شهروند افغانستان عمل بکنه نه بدید قوم تبار ببیند با دشمن یک جمله د دندغوری پاکله باندې زه پدې کې پر معلومات لرم یک جمله اخره ګوره د دندغوری د ایواز منګل نو د ولایتي شورا رئیس ته بغلان عمر سره او دغه معاملې د طالب سره نه د سوي د دندغوری د خلکو سره دغه خبره وسو نتیجې شم روز ګوره د دندغوری خلکو ورته ویل چې د حکومت پوسټي اله ته درلودلې کبه دوه طالبان رالو چې جنگ بولو د کورو خلکو سره په تکلیفو اخیری د خلکو ویل چې زموش کې دي نه حکومت عملیات کې نه مش طالب ته زیور کو ولی نتیجې چی شد دا اوس تی په کندهار باندې خبر یس دا تی اوس په یلمن باندې خبر یس دا اوس تی په یلمن په شمالي یلمن په روزګان باندې خبر یس هلته خو به معامله نه سوي چې ولسوالۍ سکوتې زه ورته وایم زموږ نظامي سکتور مکلف دی چې د تروریزم سره مبارزه وکړي داسې ځینې خلک د خپلو ګټو ساتلو دپاره دغسې یو الات ته زمینه برابروي دا خبره بله سپاسګزار یک جمله من بگم براتون ببین لطف احسان خداوند منگل که وزیر امور سرحدات و قبایل است از نظر من وزیر سرحد و قبیل است اونها یک سابقه در موسی قلان بر آتش بس داشتن با طالب که نتیجهش مردم هلمند دیدن ببینین یک نقطه بسیار مهم است که با مردم چرا منگل توافقنامه امضا که مردم خود دشمن حکومت نیست آیا کس با مردم خود توافقنامه قرارداد اجتماعی که وجود دارد
ما حکومت هستم، تو قانون اطاعت کو اینمی قرار داد با مردم د اجنر سبقه د ولسوالی د خدر د غوری د خلقو سه د زمانت اخستی چې موږ طالبان ته زینو ولی اون زمانت چی شو د غوری زمانت داش دی اول چې کابل کې کابل کې انتیاری املکون کې په یوزې باندې نه وځي د زمانت چا سره ستا ولی کسې به اونو قرارداد نه کړ داش دی قرارداد داش دی ممنون ګوره قرارداد موږ د امریکا سره بلرو د قرارداد باید لغوه شي ولی قرارداد با طالب با امریکا فرق نه داره ګوره ورسره لوري دا قرارداد نه دی دا هغه تفاهم و چې باید سول راشي موږ د سولې طرفداري هلته ګوره په بغلان کې د بغلان مشکل جلا مشکل دی د کندوز مشکل جلا مشکل دی د کندوز څه سکوت وکړي پړای پر چا وراړوي ممنون از شما سپاسگزار لاله یمیدزی عضو مجلس نمایندگان و مولانا فرید تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان یک خبر کوتاه ببینید ولادیمیر پوتین یک رأس اسب به پادشاه بحرین عطیه داد. با گزارش عصر ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه دیدار با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در بندر سوچی روسیه یک رأس اسب اصیل مسابقه‌ای به وی هدیه داد. این اسب اصیل مسابقه‌ای حجی بک نام دارد و از نژاد آخاک تکه است. پادشاه بحرین هم در مقابل یک قبضه شمشیر گران قیمت به پوتین هدیه داد. بخش رسانگی کاخ کرملین اعلام کرد این اسب 3 ساله توانست در سال 2015 قهرمان مسابقه اسب سواری این تیره شود. همچنین این اسب در مسابقه جهانی اسب ها در سال 2014 نیز مقام کسب کرده است. شمشیری که پادشاه بحرین به پوتین هدیه کرده به صورت اختصاصی به سفارش پادشاه بحرین ساخته شده است. تیغه شمشیر از فولاد دمشقی و غلاف و دسته آن هم از طلا و نقره است. پوتین در این دیدار گفت که بحرین شریک مهمی برای روسیه در خاورمیانه به شمار می آید. بحرین همزمان هم پیمان راهبردی آمریکا در منطقه خلیج فارس و میزبان پایگاه ناوگان پنجم نیروهای دریایی آمریکا است.